بسم الله الرحمن الرحیم. فرارسیدن ماه مبارک رمضان را به همه مسلمانان جهان و به خصوص مردم مسلمان و متدین کشور ما تبریک عرض میکنم. امیدوارم که در این ماه مبارک توفیق داشته باشند، از برکاتش استفاده کنند. ماه رحمت و برکت و مغفرت الهی است، بهترین استفاده را داشته باشند از ساعات و لحظات این ماه بهره ببرند. پیامبر بزرگوار اسلام قبل از اینکه ماه مبارک رمضان برسه به اصحاب خودش یک خطبه بسیار زیبایی را ایراد فرمود: ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت والرحمت والمغفره. خلاصه نوید داد که ماه بزرگی به سوی شما آمده و وارد این ماه میشین. از فضائل و برکات و رحمت های الهی که در این ماه وعده داده شده کمال استفاده را ببرید. نزول قرآن عظیم الشأن، کتاب الهی، کتاب آسمانی، در همین ماه مبارک رمضان صورت گرفته. ماه رمضان میگن بهار قرآن، ربیع القرآن. تلاوت قرآن همیشه ثواب داره، ولی در این ماه مبارک ثوابش بیشتر از چندین برابر بیشتر از سایر ایام است. لذا مناسب است که توجه بیشتر شود به تلاوت قرآن عظیم الشأن و فهمیدن مفاهیم و معنای آیات قرآن عظیم الشأن. بالاخره کتاب زندگی است قرآن، کتاب هدایت است قرآن. تنها خواندنش البته که ثواب در حالی به او اکتفا نشود، بلکه برای استفاده از قرآن توجه و اهتمام صورت بگیرد. شورای عالی تنظیم امور دینی امروز جلسه داشت برای ورود به ماه مبارک رمضان و برنامه های رمضانی که برادران و خواهران مسلمان ما دارند مشوره های را انجام داد. از جمله یک بیانیه قرار است که صادر شد. متن بیانیه اینجا به تصویب رسید و نهایی شد که خلاصه ماه مبارک رمضان بیشتر مورد توجه قرار بگیره. نزول قرآن در این ماه بوده، از برکات قرآن در این ماه بیشتر استفاده شود، هم تلاوتش و هم فهمیدن ترجمه و مفاهیم قرآن عظیم الشأن، تا ان شاء الله در این ماه مبارک حد اکثر استفاده را همه برده باشیم. در این خطبه ای که پیامبر بزرگوار اسلام برای مسلمان ها قبل از ماه رمضان ایراد فرمود، به نام خطبه شعبانیه مشهور است، در یک قسمت پیامبر فرموده، چیزی که نقل شده: فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ. یعنی آدم بدبخت کسی است که در این ماه بزرگ خدا از مغفرت و آمرزش الهی محروم بمانه و گناهانش آمرزیده نشود. یعنی وقتی که از هر طرف رحمت الهی میباره، بهترین فرصت است برای اینکه آدم بتانه رحمت الهی را شامل حال خودش بگردانه، خود را مستحق مغفرت الهی بگردانه و ازش استفاده نکنه، واقعا آدمی است که به فرموده این جمله زیبا، آدمی است که شقی و بدبخت است. خدا کنه که انشاءالله همه برادران و خواهران مؤمن و مسلمان ما از این فرصت بهترین استفاده را بکنن، اعمالشان به درگاه خداوند قبول شود و از این ماه وقتی بیرون میرن با آمرزش گناهانشان پاک و پاکیزه و با قبولی طاعات عباداتشان انشاءالله خارج شوند از ماه مبارک رمضان. خداوند توفیقات بیشتر نصیب همه برادران و خواهران مسلمان ما بگرداند و رحمت و برکات الهی را بر همه مردم نازل بفرماید. و السلام علیکم.